وزارت آموزش یونان از استخدام 120 آموزگار مسلمان برای مدارس منطقه تراکیه خبر داد. یونان در نظر دارد برای مسلمانان ساکن منطقه تراکیه این کشور که عمدتاً ترک تبار هستند، تعداد 120 آموزگار را با قراردادی 9 ماهه استخدام کند. بر اساس اعلام وزارت آموزش یونان، این آموزگاران با فعالیت در مساجد و مدارس، علوم دینی و زبان عربی را به مسلمانان آموزش خواهند داد. این اطلاعیه دولت یونان در حالی است که مسلمانان این کشور تاکنون به طور مطلوب از حقوق طبیعی خود برخوردار نبودند. یونان از جمله کشورهایی است که به دلیل عدم توجه لازم به مسائل مورد نیاز مسلمانان از قبیل مساجد و عبادتگاه‌ها همواره مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی و اسلامی قرار گرفته است. آتن تنها پایتخت اروپایی است که حتی یک مسجد رسمی ندارد و نبودن مساجد رسمی در این شهر مسلمانان را مجبور به استفاده از زیرزمین‌ها، انبارها، گاراژ‌ها و ساختمان‌های متروکه برای اقامه نماز جماعت کرده است. یادآور می‌شود کار ساخت و ساز مسجد آتن به طور رسمی از مدت‌ها پیش آغاز شده، اما به دلایلی مختلف نظیر اختلافات موجود میان برخی مقامات یونانی، این امر تا پایان سال جاری میلادی به تأخیر افتاده است.